سلام و وقت بخیر دارم بر تمام هموطنان عزیز ما در افغانستان، خارج از کشور و کسایی که همین لحظه از طریق یوتیوب برنامه درمان را تماشا میکنند. با امید از اینکه این هفته را با صحت‌مندی کامل به اتمام رسانده باشین. در ابتدا به داشته‌های این هفته میپردازیم. آنچه در این برنامه خواهید دید: در مورد تنبلی چشم چی میدانید؟ تنبلی چشم یا امبلوپیا یک نوعی از اختلال بینایی هست که بیشتر اطفال دچار تنبلی چشم میشه. حرارت بخاری چقدر به چشمان شما مضر است؟ که باعث توسعه اویه چشم های اشخاص میشه و بعدا باعث خشکی چشم میشه که در این رابطه میشه که اشخاص اشکیزی و یا هم چرا نباید از گوشت قاق استفاده کرد؟ گوشت خشک شده بدن را لاغر و منهدم می کند و چی بسا می کشد. در بخش صحت روان با افراد مریض چگونه رفتار کنیم؟ چند کتره و کنایه که شنیده شد از طرف پدرم گفته شد، از طرف مادرم گفته شد که گویا ما سر تو مصرف می کنیم، ما حیف مصرف، ما حیف قدر پولی که ما بر تو می دهیم. تنبلی چشم یکی از مشکلات است که بعضاً نزد اطفال به وجود میاد، اما والدین معمولاً دیرتر متوجه میشن تا اینکه اطفالشان را نزد دکتر صاحبا ببرن و تحت درمان و تداوی قرار بدن. در این بخش برنامه ما هم تصمیم گرفتیم تا در رابطه با تنبلی چشم به شما معلومات بدیم. اینکه تنبلی چشم چی هست و چی عوامل سبب ایجاد تنبلی چشم میشه، در این قسمت برنامه از دکتر صاحب نورالله راموز میشنویم. تنبلی چشم یا امبلوپیا یک نوعی از اختلال بینایی هست که بیشتر اطفال دچار تنبلی چشم میشه و ظاهر چشم کاملا خوب است، ساختمان چشم کاملا نرمال هست، هیچ گونه آفت ساختاری در بافت های چشم در انسان چشم وجود نداره، ولی مشکل اساسی است که رشته های عصبی حسی که پیام های نوری رو به دماغ یا به مغز انتقال میده یا دچار یک نوع تنبلی میشه که نمیشه اله ها را صحیح پیام های نوری انتقال نمیده که بشه در نظر قبلا گفتم در نظر اطفال بسیار معمول هست و عوامل شکش، عوامل عمده و اساسیش خطاهای انکساری هست. به این معنی که شما افرادی که میبینید عینک دستشون هست، اکثرشون خطا انکساری دارن که ما به شکل عامیانه میگیم که چشمشان ضعیف هست. یک کلتشی هست، اطفالی که زیر سن مثلا پایین تر از 10 سال هستن، چون میفهمیم که چشم از زمان تولد الی سالگی کاملا رشد میکنه. در سن سالگی رشدش کاملا تکمیل میشه. هر گاه این مرحله هر عامل باشه که نتونن نور و مقدار کافی به شکل درستش در چشم فوکس و بالای شبکیه و به مغز انتقال کنه، هر گونه اختلالی که مانع می ورود نور شوه میتونه که باعث اختلال در بینایی شده و تنبلی چشم بار بیاره. عامل دومی که باعث نابینایی یا باعث تنبلی چشم در نظر افراد میشه انحرافات چشم هست. به این معنی که شما دیدین بسیاری از اطفال چشمشان کج میباشه که ما به نام بشر اسکوینت یا استربسموس یاد میکنیم و عامیانه به نام انحراف چشم یا قیچی یاد میکنیم. اطفال خیلی خرد زمانی چشمشان انحراف میداشته باشن، یک چشمشان راست است، چشم دیگهشان به طرف تدور خورده، یکی به طرف بیرون میبینه یا به طرف داخل دور خورده. در این حالت ها چون دو تصویر از دو زاویه مختلف به مغز انتقال میکنه، مغز قادر نیست که هر دو تصویر همزمان انالایز کنه، تحلیل کنه و تصویر ایجاد شود. در نتیجه او چشمی که منحرفه هست، انحراف داره، او را عصب قبول نمیکنه تصویر، چون تصویر تار هست، تصویر تاریک هست و چشمی که مستقیم میبینه ای را قبول میکنه. در صورتی که نمی توازن بین عضلات و هماهنگی بین دو چشم بر هم بخوره، باعث انحراف در چشم میشه. یکی از علتهای اساسی تنبلی چشم هم همین انحرافات چشم یا قیچی هست. عوامل سوم دیگه‌ش ما به نام دیپریویژن میگیم، یعنی محرومیت خود چشم از نور. بعضی اطفال هستن که پلکش پایین افتاده، بعضی اطفال هستن که با پرده چشم، پرده ولادی تولد میشن که اکثر والدین متوجه نمیشن، در ماهای اول حیات طفل متوجه نمیشن که چشمشان پرده داره، زمانی دیرتر یا متوجه میشن که چشمش پرده داره. در این حالت طفل کاملا بزرگ شده، رشد کرده، زمانی که ما عملیات میکنیم با توجه به اینکه خیلی عملیاتش هم خوب هست، لنز مندازیم به چشمش، داخل چشمش هم هیچ گونه عوارضی نداره، ولی طفل دید کامل خود پیدا نمیکنه حتی با عینک هم.
کسایی که بالاتر از سن 10 سال احساس میکنن چشمش خیره است، اما نکم راجع میکنه، قطعا چشمشان با عینک هم خوب نمیشه، با جراحی هم خوب نمیشه، تداوی هم نداره. این افراد ضمن از اینکه نمیتونه بسیاری از شغلها را تصاحب کنه، صاحب وظیفه خوب شوه، بسیاری از وظایف هم به عنوان مانع هستند برشان که نمیتونه در اونجا انتخاب شوه. به عنوان در نتیجه تاثیرات اجتماعی اقتصادی هم خود طبعا داره، تاثیرات روانی برای افراد داره. افرادی که چشمشان تنبل است قطعا نظر روانی هم دچار پایین دچار میشه که حالت به وجود بیاد که اعتماد به نفسشان خیلی نسبت به افراد معمول پایین هست. ضمن از افرادی که تحصیل میکنن در پانتون ها هستن، اکثرا که ظرفیت مطالعهشان نسبت به اشخاص که چشمشان نرمال هستن خیلی پایین هست، به خاطر از اینکه کسایی که چشمشان تنبل باشه اکثرا تمرکزشان بسیار ضعیف می باشه. دومی که و زمانی که مطالعه میکنن قطعا وقت مطالعه کردن بعد از گذشت چند دقیقه سردرد میشن، خسته میشه چشمشان. چیزی که بسیار مهم است همین تایم یا وقت معاینات چشم در نزد اطفال است. اولین مرحله بسیار حساسش 3 ماهگی هست. طفلی که تولد میشه بعد از 3 ماه، بعد از 3 ماه باید چک شود توسط دکتر چشم. بعد از 2 سالگی الی 3 سالگی هست. مرحله آخرشان 5 سالگی الی 6 سالگی قبل از رفتن به مکتب. در این مرحله باید توسط متخصصشون باید چشم طفل چک شود تا هر گونه عارضه‌ای که وجود داشته باشه، خطای انکسوری که وجود داشته باشه یا قطعا باید اصلاح شود، عینک برش داده شود. اگر چشمشان کج هست انحراف داره عملیات شود، اگر چشمشان پرده داره باید عملیات شود. موقعش در این حال عوامل دیگه هم که هست یا کلش میشه با موقعش تداوی شود. و تداوی تنبلی چشم زمانی که ما تشخیص میتیم طفل 5 ساله است، چشمشان تنبل شده، ما تنبلی چشم از 5 سالگی شروع میکنیم تداویشه. مثلا کسی که طفلی که به ما مراجعه میکنه چشم راستش خوب است، چشم چپش تنبل شده، ما چشم راستش میبندیم، بر والدشان توصیه میکنیم که روز 4 ساعت یا 5 ساعت نظر به شدت تنبلی چشم چشم خودان رو بسته، چشمشان رو بسته میکنیم و با چشمی که تنبل هست میگیم که نقاشی کنه طفل، کارتون ببینه، خدمت شما عرض کنم که خطاطی کنه، بنویسه، تا اینکه رشته های عصبی حسی که در خود چشمشان تنبل شده ای دوباره پس فعال شود. اطفالی که بالاتر از سن 3 سالگی هست زمانی که میگردن میفتن زود، گلاس پیش پای خود نمیبینن. بعض اطفال هستن که وقتی که میخواد تلویزیون نگاه کنه میره نزدیک تلویزیون میشینن. بعض اطفال هستن که مثلا خدمت شما عرض کنم که از جمله وقتی که میبینه کوشش میکنه چشم خود بسیار خرد بسازه یا سر خود کج بسازه به نحوی یا چشم خود بسته میکنن. اینی از جمله علائم هستن که والدین در کل میتونه که متوجه شوه که طفلشان چشمشان خیره هستن و چشمشان میتونه که تنبل هم شده باشه. ولی کسایی که کاملا چشمشان تنبل هستن اکثرا زمانی که اینجا مراجعه میکنن دیدشون کم هست، دید نداره چشمشان. حتی عینک هم که براشون تجویز میشه با عینک هم دید خود پیدا نمیکنن. 6/6 در خود چارت های سینلین که به شکل بین المللی قبول شده سطح جهان، زمانی که دو چارت مقابل چارت قرار میگیره یک خط یا دو خط قطعا نمیبینن حتی با عینک، که نشان میده که چشمشان کاملا تنبل شده. زمانی که ما فندسکوپی میکنیم داخل چشمش معاینه میکنیم، شبکه چشمش معاینه میکنیم، هیچ گونه علائم مرض دیده نمیشه، کاملا نرمال هست، ولی چشمشان رشته های عصبیش کار نمیده که باعث توسعه اویه چشم های اشخاص میشه و بعدا باعث خشکی چشم میشه که در این رابطه میشه که اشخاص اشکریزی و یا هم فعلا ما در فصل سرما قرار داریم. معمولا بعضی خانواده ها عادت دارن تا اینکه در اطراف بخاری جمع میشن و کوشش میکنن که خود را گرم نگه بدارن. اما اینکه تاثیرات حرارت بخاری بالای چشمای ما چی هست و چقدر میتونه که تاثیرات منفی و سو از خود به جا بگذاره، در این بخش برنامه از دکتر صاحب شبیر میشنویم. قطعا حرارت و محیط خشک و محیط گازی قطعا بالای چشم تاثیرات خود داره، که اکثرا فعلا در خانواده های ما که چون فعلا فصل سرما هست و اونا از حترها یا حرارت های حاوی گاز و یا حاوی
سوختندن چوب اینا استفاده میکنن که باعث توسعه اویه چشم های اشخاص میشه و بعدا باعث خشکی چشم میشه که در این رابطه میشه که اشخاص اشکریزی و یا هم اشخاص میدانند که باعث خشکی چشم در نسلشان پیدا شود که این اشخاص باز بدنی کدام مرض نیست بلکه یک عرض است که این میدانند که در وسط پیشگیری از این حاوی مواد که باعث تولید حرارت میشه اشخاص باید از اونا جلوگیری بکنند و در مقابل یک محیطی که کاملا گرم باشه اما محیط خشک نباشه میتونند در اوج خود قرار بدن و به این مریضا باز ما ادویه های لازمه مخصوص خدا داره برشان توصیه میکنیم و برای مریضا هم توصیه میکنیم تا از این محیط جلوگیری بکنند و چشمان خدا با محتویاتی که با آب سرد باشه از اون استفاده بکنند و حساسیت هایی که مقابل از اون تولید میکنند کمتر شد. خب بیشتر باید براتون بگیم که این حساسیت ها از باعث التهاب ملتهمه در مقابل حرارت پیدا میشه که این اکثرا در نزد طفل ها دیده میشه و بعدا در نزد اشخاص مسن که ما همیشه مریضایی که عودت میکنن برای شفاخانه در اثر از همین که اکثرشان طفل ها میباشن و ما برشان توصیه میکنیم که ابرا آب سرد باید چشمان خود را شستشو بکنن و پیشگیری از این فقط همین است که باید بیشتر خود قرار نتن در مقابل وسایلی که حرارت تولید میکنن و مریضا را بیشتر توصیه میکنیم تا از قطرات اشک مصنوعی بیشتر استفاده بکنن تا از خشکی چشم که باعث خستگی چشم میشه باعث سوزش خارش چشم مریض میشه تا از اینا پیشگیری شه. اکثرا از باعث نبود تهویه هوا در اتاقهایی که کسانی که زندگی میکنن و یا هم بیشتر بودن حرارت امو وسیله‌ای که استفاده میکنن میتونه که قطعا تاثیرات بیشتر بالای چشم وارد بکنه و اکثرا در نزد اطفال که وقت سوزش خارش در نزد چشمشان پیدا میشه همیشه چشمان خود را میمالن که این هم باعث تغییرات در قسمت تقرنی اطفال با وجود میاد باعث ضعیفی چشمانشان میشه و همچنان باعث بیشتر شدن سرخی چشمانشان میشه که در این قسمت باید فامیل ها اتاقی که از وسایل گرم کننده استفاده میکنن باید یک تهویه هوا یا هواکش اتاقشان داشته باشن تا از این قسمت خارش سوزش چشمشان جلوگیری شود. همچنان از مواد سوختی بیکیفیتی که خانواده ها اکثرا استفاده میکنن میدانن که قطعا تاثیرات بیشتر بالای چشمشان وارد بکنن که ما توصیه ما این است که اکثرا کوشش کنن که از وسایل برقی که باعث تولید حرارت میشه استفاده بکنن در بخش دومشان از وسایل سوخت مانند چوب و زغال سنگ این چیزا اما تاثیرات وسایل که گازی هستن بیشتر تاثیر میکنه بالای چشمشان. خب هر قدر که حرارت محیط بیشتر باشه همان قدر باعث اشکریزی چشم باعث سرخی چشم و باعث خارش چشم میشن پس بنابراین توصیه ما من حیث یک پزشک چشم این است برای تمام فامیل ها تا بیشتر کوشش کنند در اطراف محیط خود امو مواد سوزنده قرار نگیرن و در محیط اتاقها قرار بگیرن تا مواجهه با سرخی چشم و اشکریزی بیشتر چشم نگردن. گوشت خشک شده بدن را لاغر و منهدم میکند و چی بسا میکشد. چند قطره و کنایه که شنیده شد از طرف پدرم گفته شد، از طرف مادرم گفته شد که گویا ما سر تو مصرف میکنیم، ما حیف مصرف ما، حیف قدر پولی که ما بر تو میتیم. مردم ما بیشتر عادت دارند تا اینکه در فصل زمستان از گوشت قاق استفاده بکنند اما نمیدانند که گوشت قاق چقدر مواد مغذی خود را از دست میده. در این بخش برنامه ما هم تصمیم گرفتیم تا در رابطه با گوشت قاق بر شما معلومات بدیم اینکه گوشت قاق چقدر خواص خود را حفظ میکنه و چقدر مواد مغذی خود را از دست میده. در این بخش برنامه با هم میبینیم. امروزه در سطح جهان، آلودگی بیش از حد هوا، مصرف تنباکو و دخانیات، غذاهای ناسالم، نداشتن فعالیت‌های فیزیکی و عدم رعایت حفظ صحه فردی، این همه را ما عوامل به وجود آمدن امراض می‌دانیم. کمتر یا شاید هم اصلاً متوجه نشده‌ایم که غذاهایی که با دستان خود آماده می‌کنیم چقدر صحی هستند.
از این جمله یکی هم گوشت قاق یا همان گوشت خشک شده است. در افغانستان استفاده بیش از حد گوشت خشک شده در فصل سرما است که بیشتر افراد را به سرطان مبتلا می سازد. در افغانستان خانواده هایی که استعاعت مالی خوب دارند در فصل پاییز گوسفند چاق را می کشند و گوشت آن را نمک زده خشک می کنند. این گوشت را تا فصل زمستان در فضای سرد نگهداری می کنند تا کاملا خشک شود و آنگاه در زمستان آن را مصرف می کنند. در افغانستان به این گوشت لاندی یا قدید نیز می گویند. مسئولان وزارت صحت در افغانستان می گویند که آمار دقیقی از افراد مبتلا به امراض سرطانی در افغانستان وجود دارد، اما مراجع بیماران این امراض به بیمارستان ها چشمگیر هستند. استفاده از گوشت خشک شده از عوامل اصلی این بیماری در افغانستان گفته شده است. دو ماده غذایی که فاسد می شوند و ما بسیار با علاقه آن را نوشجان می کنیم و آن دو چیز گوشت خشک شده و پنیر خشک شده است. گوشت خشک شده بدن را لاغر و منهدم می کند و چی بسا می کشد و بیماری را برمی انگیزد و این گوشت خوراکی بده است و با وجود ما زیان بیشمار می رساند. شما زمانی که گوشت تازه را خشک می کنید، همه مواد مغذی و ویتامین های موجوده در آن را از بین می برید. این گوشت مبدل به پارچه های مانند چوب می شود. این که تا چی اندازه میکروب و باکتری ها را در خود جذب می کند، شما خود قضاوت کنید. وقتی مواد خوراکی تازه مانند گوشت در فضای باز نگهداری شود، انواع حشرات و خزندگان دور آن جمع می شود. پس معلوم است که خاصیت غذایی خود را کاملا از دست می دهد. معمولاً هر کدام ما یک مریض در خانواده های خود داریم، اما گپ مهمی است که ما چگونه رفتار مناسب و خوب با مریضای خود داشته باشیم. بعضن از اعضای خانواده رفتار مناسب با مریضهایی که در او خانواده زندگی میکنن ندارن. در این قسمت برنامه ما هم تصمیم گرفتیم که در رابطه با اینکه چگونه رفتار مناسب با مریض ها داشته باشیم با هم ببینیم. یکی از مواردی که امروزه در بسیاری از خانواده ها مسئله ساز شده یا سبب شده که خیلی از نگرانی های خانواده ها را یا بعضی از اعضای خانواده ها را متاسفانه بالا بیاره شکایت شانه، او مسئله برخورد با اعضای خانواده که مشکلات جسمی یا روانی پیدا میکنه است. یعنی در خیلی از موارد، خیلی از خانواده ها، خیلی از مراجعان ما، خیلی از مریضانی که مشکلات صحی دارن وقت پیش دکتر میرن، بزرگترین مسئله شان یا رنجشان یا هم به اصطلاح دغدغه شان است که گویا استاد یا دکتر صاحب ما با مریضی ما یا با اختلال ما با بیماری ما میسازیم، تلاش میکنیم که بسازیم. مثلا هفته گذشته یکی از مراجعان ما که تازه از یک حالت بد افسردگی کشیده بودیمش و تداویش هم دوام داشت، در جریان بود، جلسه دوم سومش بود که آمدن گفتن که استاد ما خیلی خوب شده بودم، خیلی حالتم خوب بود، سر خیلی مسائل حاکم شده بودم، به یک شکل به یک نحوه سر زندگی مسلط شده بودم، تانستم خیلی از موارد را به یک شکل به یک نحوه مدیریت کنم و افسردگی خود را تا حد غمگینی های خود را تانستم که کنترل کنم و به یک شکل به یک نحوه امیدواری برم پیدا شده بود که گویا صحت و سلامتیم به روز به روز به حالت بهبود است. اما چند جنجالی که در خانه شد، چند کتره و کنایه‌ای که شنیده شد، از طرف پدرم گفته شد، از طرف مادرم گفته شد که گویا ما سر تو مصرف میکنیم، ما حیف مصرف ما، حیف قدر پولی که ما بر تو میتیم که تو بری آمادگی کنکور بخوانی، یا حیف قدر پول و مصارف ما که تو رو میبریم به پیش دکتر، یا مثلا هر چی که خواستی برات تیار کردیم، تهیه کردیم، آماده کردیم، از هر فرزند دیگه ما که در تو را زیاد دوست داشتیم، اما تو هیچ خوب نمیشی، تو بسیار بد هستی، تو بسیار زشت هستی. یعنی می وضعیت تانسته بود که پس حالت مراجع ما را به حالت روز اولش برگرداند. در خیلی از موارد، در خیلی از مواقع متاسفانه خانواده ها با بیماران جسمی، با بیماران روانی او برخورد داره که ما نیاز داریم متاسفانه یا توصیه میکنیم معمولا به خانواده ها رو نداره. ما آرزویم از خانواده های عزیزی است که ما بارها گفتیم که او فردی که معتاد میشه، او عضو خانواده ما که از خانواده دل سرد میشه، او عضو خانواده ما که افسرده میشه، او عضو خانواده ما که دلهوره پیدا میکنه، استراب پیدا میکنه، استرس پیدا میکنه، یا به یک شکل به یک نحوه نگران و وحشت زده میشه نسبت به آیندهشان، نسبت به زندگیشان. یکی از مسائل بزرگشان است که متاسفانه حمایت خانواده را احساس میکنه که نداره.
اکثریت افراد و اشخاص وقتی دیدن که حمایت ندارن، وقتی دیدن که تکیه نداره، وقتی دید که کسی که اونا نیست، اونا ناراحت میشن، غمگین میشن و در مقابل ناملایمات زندگی، بدبختی های زندگی، مشکلات زندگی، متاسفانه اون مقاومتی را که با یک حمایتگر میتونه مقاومت کنه، او مقاومت را متاسفانه به تنهایی خود نمیکنه. و این میجاست که اکثریت اوقات اینا دست به خودکشی میزنن، اکثریت اوقات خود را بار دوش خانواده فکر میکنن، خود را یک مسئولیت اضافی فکر میکنن، خود علت بدبختی و نارامی خانوادگی خود فکر میکنه و اینی میرن جا و دردا به یک شکل اینا رو میکشانه به انزوا، به گوشه‌گیری، به بدبختی، به افسردگی و ده ها بدبختی و مساله و رنج و ناراحتی دیگه. خیلی تشکر از تمام شما مهربانان که برنامه درمان این هفته ما را تماشا کردین. با امید از اینکه پنجشنبه شب هفته آینده همچنان ما را فراموش نکنین. شما فرصت دارین تا اینکه سر بزنین به صفحه فیسبوک برنامه درمان، صفحه ما را لایک بکنین و برنامه های ما را از طریق یوتیوب بیننده باشین. تا پنجشنبه شب که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، خداوند یار و مددگارت.